سوال کردن آقا آیا حرکت حسین به سمت عراق، خروج حسین، نهضت حسین، قیام حسین، این یک حرکت عقلانی است یا یک حرکت بر اساس احساس و عشق و تحور است؟ یعنی امام حسین چشم بسته گوش بسته عاشق شده، عشقش کشیده بره کربلا، بدنش بریزه سوم است، اینه؟ یا حرکت حسین بر اساس عقل است؟ کدوم یکی از این هست؟ اگر بگی حرکت حسین عشق محض است، کما اینکه مده ها میگن، آخونده بیزاد میگن، روزخونهای نافهم بعضیشون میگن، نوع اشعار غالب اکثر اشعار اینطور تلقی میشه، حسین عاشق بوده، مست بوده، دریوریایی که نوعا در قوالب ادبیات فعلی مجالس اهل بیت متاسفانه به کار گرفته میشه، خب یک حرکت بر اساس عشق محض چرا باید قابل تبعیت باشه؟ چگونه میتواند اسوه باشد، الگو باشد، الگوی رفتاری باشه که اگه فردا موقعیت دیگری پیش اومد، اگر حسین بر اساس احساسات اقدام کرده، کجا اگر یکی احساساتی عمل کرد از بالا پشت بوم خودش انداخت پایین، عاشق بود خوش انداخت پایی، قابل تبعیته؟ که شما میای این همه پول از اینه میکنه، خیمه سر با میکنه، چایی میدی، شام میدی، این همه سیاهی دعوت به خلق الله جمشیم، خب جمشیم چیکار کنیم؟ از حسین الگو بگیریم، حسینی که حرکتش بر اساس عشق محض است چگونه قابل تبعیته؟ یعنی این حرکت یک حرکت احساسی محض و حرکت احساساتی مقطعش محدود به زمان خاص خودشه، توی یه برهه آدم سیماش خاصی میشه کارایی میکنه، جوونی بوده، کله شقی بوده، عاشق بوده، بعد می خودش ما دیونه بودیم. بذارم این مقداری بذارم تو دهن اون کسی که این شبهه رو توسعه داده، منم کمکش کنم، میگم اصلا، میگه اگه امام حسین الان خودش زنده باشه که فکر کنه بابا ما بیکار بودیم، ما این خود این حرکت رو شروع کردیم، هیچ چی به هیچ، یه وقتی کلمون داغ شد گفتیم هی ها ان الله، مثل خیلی از انقلابیای اول انقلاب که بعد یخ کردن، خیلی بودن اول انقلاب خیلی داغ داغتر از من و شما، یخه زیاد دیدن، بسیاری از این بچه‌هایی که زمان جبهه و جنگ بودن، خیلی از این از اوضاعی که صفاتکاریایی که توی کشور داره تبلیغ میشه از تلویزیونش، از اوضاع اقتصادی، از اوضاع بیوندواری، یا اونو که برای درد دین داشته سرخورده شده، میگه من رفتم میام جبهه آشولا شدم، چی شد؟ یعنی اشکال مطرح میشه، آیا حرکت حسین حرکتی است که توجیه عقلانی دارد یا نه احساسات محض بوده؟ اگه احساسات محض بوده و که مدعا میگن که روزخونه میگن حسین عاشق بوده، مست بوده، مست می خدا بوده، گیج خدا بوده، اینجوری بوده، این حرکت مثل حرکت یک جوان متحور بیباکیه که اقدام خودسرانه ای میکنه، خود رو به هلاکت میندازه، دیگران رو دچار هزاران مشکل میکنه، این حرکت چگونه قابل تبعیت باشد؟ وقتی اصل این حرکت بره زیر سوال به طریق اولا، تمام این پارتیزیایی ها باید بره زیر سوال، عزاداری باید بره زیر سوال، همش باید. چرا؟ چون این همه فرعه برای این که اون حرکت حرکت صحیحی باشد. لذا اگر عاشورا مشروعیت پیدا بکنه، نهضت حسین، حرکت حسین، قیام حسین، قیام دینی باشد، قیام الهی و ربانی باشه، اون وقت سایر متعلقات و وابسته های به مجلس امام حسین، عاشورای امام حسین ارزش داره. اگه اون اصل حرکت بونش لغ باشه، گریه من و تو از همه اینا لغ تره، سرخه، زجه، همه اینا که لغ و لغ و لغ، برای کی دیگه نیام کنی؟ چرا خودتو میزنی؟ چرا خودتو میزنی؟ حلزا اون پایه رو باید درست کرد. جوابش از اون چه که تو این دو سه روز گذشته گفتیم، امام حسین مأمور است به امر الهی. خوب دقت کنید، عاشق بوده خیر. چرا؟ من استدعا میکنم این یک تیکه یک کلام منو پیر و جوانتون دارم، براتون دقت کنید. آیا امام حسین حرکتش بر اساس عشق بوده خیر؟ آقا خیر، هرچی هم که این آن من دعا میخونن، اینا رو نفهمی میخونن، ترس ندارم من از این، دلیلمو گوش کن، استدلال منو بفهم، میفهمی که اشتباه کرده. چرا عشق نبوده؟ برای خاطر اینکه تمام کارهایی که از انسان سر میزنه سه تا منشأ میتونه داشته باشه، همه کارهای انسان ها، هر کاری که از انسان سر میزنه سه تا منشأ میتونه داشته باشه. یک، امر بهش بکنن، بهش بگن برو این کارو بکن، یعنی بر اساس امری که بهش شده کاری رو انسان انجام میده، میگه من مأمورم. یک. دو، امر نداره، استنباط میکنه، بررسی میکنه، خیر و شر قضیه رو میفهمه، به خیال خودش اون وقت اقدام میکنه به هر کاری که بخواد بکنه. این قسمت دوم، همه آدما اینجوریان. قسمت سوم این است که امر ندارد،
بررسی و فحص و دقت نداره، چشمشو هم میذاره بر اساس احساسات و عشق و عواطف و امیال دور از نظارت عقل اقدام میکنه به یک کاری، مثل بسیاری از کارهایی که ما در طول عمر اون انجام دادیم. چرا فلان جلسه میگه عشقم کش دلم خواهد دلم خواهد، مثل بسیاری از خلافکاریایی که از ما سر میزنه بعد که میگه دل دیگه دل دیگه، میگه نمیگه بابا طاهر دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل. دل چه شد؟ یعنی دیگه عقل نیست. از این سه مدار برای همه آدم ها، زن، مرد، پیر، جوان، از این سه مدار بیرون نیست. پس یا امر بهش میشه یا امر نیست. بررسی کرده، استنباط کرده، به قول ما علما اجتهاد کرده است، خیر و شر مطلب و سنجیده به فهم خودش، بعد به این نتیجه این کارو باید بکنه، اقدام میکنه. و یا قسم سوم است که نه استنباط است، نه فحص و بحث و بررسی است و نه امر داره، عشقی این کارو میکنه. حالا حرکت امام حسین کدومی که از این است؟ اون کسی که میگوید حرکت حسین عشق محض است، بدترین جسالت رو داره به امام حسین میکنه ولی نمیفهمه آیا واقعا عشق بوده که حضرت سید شهدا سکینه 16 ساله را در معرض هجوم دشمن قرار بده؟ این عشق این عاقله؟ آیا زن و بچه رو بیاره در معرض اسارت، اونم اون فرم اسارتی که در زیارت ناحیه حضرت صاحب الزمان سوگواریشو کرده؟ معقوله؟ پس چه اساسی است؟ از خود امام حسین بپرسیم، بهترین کسی که میتونه انگیزه ها و هدف امام حسین و انگیزه قیام حضرت رو معرفی کنه، از هر مفسر و مؤلف کتاب و منبری و خطیب و سخنور بهتر خود این تریبون رو ببر خدمت ابی عبدالله، بگوی ابن رسول الله برای چی از مدینه خارج شدیم؟ والله در تمام گفتمانهایی که با امام حسین شده، سخنان حضرت، یک جا امام حسین نگفته ما عشق داشتیم به خدا، خواستیم رو عشق به خدا بریم، یک جا پیدا نکردم. آقا برای چی میری بیرون؟ چرا میخوای بری؟ یک جا به صراحت میگه پیغمبر رو در خواب دیدم، فرمود اخراج، امر پیغمبر امر خداست، اخراج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. قسم دوم، حسین برای چی داری میری عراق؟ وصیت نامه کتبی امام حسین مطالعه کنید. حضرت از مدینه که خواستن بیان بیرون، برادری دارن از مادر جداست، از پدر با امام حسین برادر، محمد ابن خولة الحنفیه، عیال امیر المؤمنین از خوله حنفیه، همسر امیر المؤمنین محمد پسر اوست از امیر المؤمنین، شخصیتی است که در روایات ما توثیق شده و محترمه، با اینکه در کربلا حضور نداشته و عدم حضورش در کربلا به امر حسین بوده است. اصلا ایشون نص صریح و قاطع داره از امام حسین که شما در مدینه بمانی و گزارشات اوضاع مدینه رو پشت سر هم به من برسون، ضمناً نظارت داشته باش در نبود من بر بقیه بنی هاشمی که نتونستن بیان. وقت حضرت چند قسم وصیت داره امام حسین و خود وصایای امام حسین قابل ملاحظه است. یک قسم از وصیت های حضرت حسین مخصوص امام زین العابدین، بیشتر تعبیر میکنم وصایای امام هست، که در اون قسم از وصایا هیچ غیر معصومی نقش نداره و حق نداره، جداست. یک قسم وصیت به قول امروزی ها وصیت نامی سیاسی الهی به قول شما داره امام حسین، که این قسم از وصیت رو حضرت دادن، نوشتن، مور کردن، دادن به دست محمد حنفیه. متن وصیت اینه، دقت بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، هذا، دقت بفرمایید، هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب انه یشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله ارسله بالهدى بشیرا بین یدی الساعه. امام حسین مجسمه توحید است. چرا نوشته؟ معمولا اهل ایمان که مستحب هم است، وقتی میخوان وصیت بنویسن اون اولش اعتقاداتشون رو مینویسن، فلانان یشهد ان لا اله الا الله، که بعدن وقتی وصیت نامش باز شد میگن این مسلمان از دنیا رفته، موحد بوده، خداپرست بوده، مستحب هم هست. امام حسین ضمن این که عمل به این مستحب کرده و اینو الگو قرار داده برای دیگران، حضرت یه پیشبینی مهمی هم کرده. این حسین میداند ایشون پاشو از مدینه بذاره بیرون، اولین
که به این حسین متوجه می شود، حسین به عنوان یک عامل مخرب نظم اجتماع بر همزننده نظام اسلامی معرفی شد. یعنی حکومت برای تخریب شخصیت امام حسین از مهمترین اهرم استفاده کرده. حسین خارجی معرفی کرده است، این آقا خارجی است. و در منطق اسلام اگر کسی دقت بفرمایید، کلمه خارجی بدترین باشه. اصلا وقتی کسی به حقیقت شد خارجی، فدمه هدر، قانون اسلام. اگر کسی خروج کند بر امام مسلمین، بر امام عادل مسلمین، به قانون اسلام دم به خون او مباح و هدر است. یعنی برای اینکه مشروعیت بدن کشتن حسین و اصحاب حسین، و حتی طفل شیرخواره هم که میکشن میگن این خارجی زاده است، طفل 3 ساله هم که میزنه میگه این خارجی زاده است، میگه اصلا این حق حیات نداره. اینها اگر نفس بکشن، به تعبیر قرآن کریم، انهم ان یلدوا لا یلدوا الا فاجرا و کفارا. این نگاه مدرسه خلافت از به اهل بیت پیغمبر. اینی که عبیدالله ابن زیاد نامه می نویسه برای عمر سعد، حل بین الحسین و بین ماء الفرات. بعد این نانجیب یک استاندار مگه چقدر اختیارات داره در اعمال نفوس؟ استاندار اموی ناپاک نوشته آی عمر سعد، من آب فرات را بر سگها بر خوک‌ها مباح و حلال می‌شمرم، ولی این آب بر حسین و عترت حسین حرام باشد. می‌فهمی؟ یعنی اصلا تو نگاه من عبیدالله ابن زیاد سگ و خوک حق نفس و حیات دارد، حسین ندارد. چرا؟ که حسین خارجی. تبلیغ امام حسین هم حجت خداست، از پیش همه رو میدونه. لذا حضرت در مقابل این حرکتی که اونا بعداً میخوان استفاده بکنن، به قول خودمون از پیش علاج کرده. هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب، الحسین یشهد الله اله الا الله. اگه فردا گفتن این حسین خارجیه، بابا وصیت نامه‌شو بیاریم باز کنین، ننوشته اشهد الله اله الا الله، نامم دا این حسین موحد بوده. بعدن از ند انگیزه ی حرکتشون، آقا برای چی شما قیام کردی؟ نفرموده اش، حتی نفرمود من استنباط کردم، بررسی کردم، جوانبشو اجتهادن به اینجا رسیدم، چون ممکنه مجتهد دچار خطا بشه. بسیاری از اوقات مجتهد بررسی میکنه، فهمش اجازه نمیده که به اون حکم اصلی خدایی برسه، دچار خطا میشه. به همین دلیل شما در رساله ها ببینیم که احتیاط کن، احتیاط عمومی، احتیاط مستوی، مسئله رو نفهمید. تازه اونجایی هم که مجتهد فتوا میده میگه به نظر من اینه. آیا امام حسین مجتهدانه به این حرکت اقدام کرده؟ خیر، خودش نفرموده، خودش فرموده از پیغمبر گفته مأمورم. فرزدق شاعر وقتی بین راه رسید به حضرت، کجا؟ عراق. آه میدونی عراق چه خبره؟ چه خبره؟ آقا عراق قصهش اینجوریه، قلوب هم معک و اطیاف هم علیک. این بزدل مردمی که در کوفه هستن، اینا دلاشون با توی دوست دارن ولی بزدلن، دوست داره ولی میترس. قلوب هم معک، دلاشون با توی علاکن شمشیرها بر علیه توی. جواب زیبایی داده. بازم میری؟ فرمود چه کنم؟ امری دارم، باید به اون امر جامعه عمل پوشانیده شد. پس امام حسین بر اساس چی رفت؟ امر خدا. پیغمبر گفت اخرج سمعا و طاعه. تو وصیتی هم که برای محمد حنفی نوشته. حالا این امر توجیه هم داره؟ جاش هست الان وقت این امر هست؟ جاش هست الان این حرکت؟ میگه بله. انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. خروج من بر اساس تفریح نیست، یعنی از باب بیکاری رو گفتن آقا شما ثبت نام کردی برای ریاست جمهوری؟ گفت بله. گفت برای چه انگیزه چیه؟ گفت آقا شما بیکار بودیم، زنمون گفت بیا برو یه شغل خوبی. بیکار بود، یعنی مثل خیلی آدمای بیکاری که هدف ندارن، صبح از خونه میزنه بیرون خیابونا رو گز میکنه، میگه من حسین که از مدینه در آمدم از باب بیکاری نبوده ها. لم اخرج عشرن ولا بترا. عشر به معنای شرارت است. من نمیخوام بافت اجتماع رو به هم بزنم، من نمیخوام خون مردم رو بریزم، من بنام نیست برا خودم دست و پا کنم صندلی ریاست درست کنم. نی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. من مفسد نیستم، دنیا بداند. پس چرا حرکت کردی؟ چرا آواره شدی؟ چرا این همه گرفتاری به جان خریدی؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول الله.
تو از امام حسین بهتر می‌فهمی، تو از امام حسین بهتر هدف حسین و نیت حسین. خودش داره میگه امر خدا، طلب اسلام بر امت جده. فلذا وقتی بر اساس امر شد، هر جا امر خدا بیاد و سر در هر دوره‌ای اگر این امر آمد باید امتثال بشه، اون وقت در همه ادوار حسین، حرکت حسین میشه بهترین الگوی رفتار. ما اگر حرکت تحور باشد، عشق باشد، توجیه عقلانی نداشته باشه، ارزش نداره این حرکت. این که میشینیم گریه میکنیم، حسین بر اساس امر خدا حرکت کرد، پس مقدس از حرکت حسین. نگه داشتن این حرکت در طول تاریخ به همه وسائل میسور و ممکن مقدس است. من و شما که دیگه کاسه از آش داغ‌تر که نمیتونیم بشیم، که امام زمان صلوات الله علیه در زیارت ناحیه خودش فرموده فلئن اخرتن دور، اگر زمان مرا به تأخیر انداخته و عاقنی عن نصرک المقدور، من نتونستم در اون زمان سنه مثلا 61 هجرت در خدمت تو حسین، همدوش عباس و علی الاکبر در خدمت تو حسین باشم، حالا به جای اون نبودن بدل جهان چیکار میکنم؟ اونایی که میگن عزاداری رو جمع کنیم، سینه زنی ها رو جمعش کنیم، به هدف حسین بپردازیم. اصلا تو که میگی آقا آنان که رفتن کاری حسینی کردن، اونها که موندن باید زینبی انجام بدن و امدایی عیز یزیدیان، از شما میپرسیم حرف دکتر شریعتیه؟ برای خیلی های حرف خیلی زیبان جلوه کرده، چرنده یه سوال میکنیم. اونایی که موندن بعد حسین، از زینب باید زینبی عمل کنن. اولین حرکت زینب بعد از کنار گودال قتلگاه چی بود؟ غیر از گریه بود؟ نشنیدین تو مخاطب کناره میگه آقا چرا تو سرت میزنی؟ چرا هوار میزنی؟ بابا زینب کبرا رو مگه تو نگفتی زینب کبرا مثل زینب عمل کن؟ زینب کبرا کنار گودال سر حسین جدا نشده بوده، مقاتل نوشتن میشست تو میدون کربلا، بلند میشد میکوبر تو سرش، میگه واه حسینا. راست میگی؟ خب زینب خط بگیری، زینب کبرا رو سیرشو بخون. از ساعتی که از حسین جدا شد تا یک سال بعد، چون حضرت زینب کبرا یه سال بیشتر زندگی نکرد، 62 از هجرت، 14 رجب 62 از هجرت زینب کبرا از دار دنیا رفته. یک سال برید تاریخ زینب کبرا رو بخونید. عبدالله ابن جعفر میگه اون ساعت آخر واپسین عمرش، روزی که غروبش زینب کبرا از دار دنیا رفت، پیش از ظهرش به عبدالله جعفر فرمودن عبدالله بستر منو ببر وسط حیات خونه بنداز. خانم شما مریضی، کسالت داری، آفتاب زلش داغه، فرمودن ببر. امره جشن بستر بیبی رو بردن وسط آفتاب کداشت. بعد فرمودن اون بخشه مخصوص رو بیارید. بخشه رو آورد، بخشه رو باز کردن، از دل بخشه یه پارچه رو برداشتن، نوشتن گذاشتن رو سینش. هی فشار میده، فشار میده، فشار میده، فشار. عبارتی که در بارش نور الدین جزایری می نویسه در خصائص، فشار میده و زیر لب زمزمه ای داره. عبدالله جعفر میگه ما متحیریم که توی بخچه چیه که نمیذاره کسی ببینه به سینه چسبونده این خانوم. ای فشار میده، زیر لب گوش دادم دمه، میگه حسین حسین حسین. انقدر حسین حسین گفت تا روح مطهر زینب کبرا از پیکر مطهرش خارج شد. عبدالله جعفر میگه وقتی دستاشو باز کردیم دیدیم پیراهن پاره پاره حسین. آنان که موندن زینبی عمل کنن، عمل زینب گریه بر حسین. عمل زینب مهمترین وسیله نگهداری اهداف عاشورای حسین همین پارچه سیاهی است. همین گریه کردن ها. تازه مگه میخوای حسین نامش بمونه؟ خب قهرن باید نام حسین مطرح بشه. اصلا میشه نام حسین گفته بشه آتشش گفته نشه؟ اصلا میشه حسین اسمش برده بشه قربتش گفته نشه؟ اصلا میشه حسین مطرح بشه کربلا مطرح نشه؟ میشه حسین مطرح بشه مظلومیتش گفته؟ اصلا نمیشه، غیر قابل انفکاکه. یا آقا این عزاداری ها رو جمعش کنی بچسبید به هدف حسین. هدف حسین احیاء دین خداست. حرفی نیست، بسیار حرف قشنگیه، حرفی نیست.
میخوام احیا کنیم. اصلا خود حسین مگه نامش از دین خدا منفکه؟ با این شبهات گولتون نزنن جوانها. حرکت حسین حرکتی است خدایی دقیق به جهت اصلاح و امت. هر کیم که تو این مسیر میخواد قدم بزنه باید از حسین الگوی رفتاری بگیره. طول تاریخ هم اینو ثابت کرده، هر حرکت مصلحانه ای از حسین خط گرفته است. برید تاریخ مطالعه کنید. پس نتیجتا حرکت حسین قابل تبعیت است در طول تاریخ بشریت به این ادله‌ای که عرض کردم، به انضمامی که حسین جان پیغمبر است، نفس پیغمبر است. حسین منی و انا من حسین. و اگه درباره پیغمبر قرآن میگه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، قرآن اینو میگه ولکم یا به عبارت بهتر ولنا فی الحسین اسوه حسنه. وقت اسماعیل ابن حزقیل صادق الوعدی که قرآن از او تعبیر میکنه به صادق الوعد، این پیغمبر عظیم الشان رو گرفتن امتش برا خاطر مخالفت با این پیغمبر، حضرت اسماعیل ابن حزقیل رو گرفتن زنده زنده پوست سر صورت رو کندن. جبرئیل آمد آی اسماعیل، خدا میفرماید چون مظلوم واقع شدی یک دونه دعای مستجاب داری، نفرین کن خدا پدر اینا رو در بیاره. جواب داد به حضرت جبرئیل این پیغمبر مظلوم و انلی اسوتون بالحسین، یا چرا قمه میزن پوست سر صورت چو کنده؟ میگه دعا کن خدا دمار روزگار دشمنان رو تبدیل. میگه نه بذار همین صورت قیافه خونین و مجروح من باشه، من میخوام شبیه حسین. او پیغمبره خونین مالی که میشه خودشو شبیه حسین میکنه. وقت این بچه مذهبی شیعه که میخواد خودشو شبیه حسین کنه میگه آقا اینا خرافات هست. آقای بروجردی نفهمید خرافات هست؟ آیت الله عظمای خویی نفهمید خرافات هست؟ یعنی تمام مراجع گذشته ما که در حضور همه این مراجع قبل ما میزدن خونی مالی میکردن، به صورت دستمه میزدن در حضور مراجع تقلید، اینا هیچ کدوم نگفتم خرافات هست. وقت تو آدم امروزی، تو آدم تحصیل کرده ای اروپا رفته، وقت شعائر حسین وقت معرفی میشه اینا خرافات هست، اینا بدعت. تو بدعت میفهمی یعنی چی؟ بله یه وقتی هست میگن آقا مثلا میاد میگه آقا دنیای بیرون کشورهای خارجی اگر این مناظر رو ببینن تبلیغات سو میکنن، ده گوش تو باز کن پدر جان. دنیای کفر به تعبیر قرآن شریف میگه لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یهود و نصارا هیچ وقت با هیچ کجای دین ما کنار نخواهند آمد. دنیای مسیحیت، دنیای الهاد، دنیای یهود، دنیای وهابیت، دنیای تسنن هرگز از ما راضی نمیشن مگر اینکه ما در بعد دور آل محمد و قلم بگیریم در بعد یا سنی بشیم یا عمری بشیم یا وهابی بشیم یا مسیحی بشیم. وقت میگن به 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 شما متمدنی، ولی نمازی که تو میخونی تبلیغات کردن در دنیای غرب، مسلمان ها پنج نوبت مسخره کردن نماز شما رو، میگن مسلمان ها در پنج نوبت. اینا اینقدر آدم های احمقی هست، پنج نوبت صبح، ظهر، عصر، شب، مغرب و عشا، پنج نوبت اینا وای میسن، کله هاشونو میذارن به زمین، کفله هاشونو میدن به هوا. پس جمعش کن نماز با تعطیل شه، گیرش کنی. مسلمان ها احمقن، سنگی رو بر میدارن به سنگی میزنن در رمی جمره عقبه و وسطا و از نکنم کبرا. چه توجیهی داری اونجا؟ جا میگه قرآن هست، انبیا رو مسخره کردن، مسخره کنه گریه منو، من نباید دست از گریه بردارم که. نگفتن ملاهای ما آخوندهای ما هیت خفه خون گرفتن، حقایقو نگفتن. تو تلویزیون حرف میزنه، تو رادیو حرف میزنه، خرافات. بله بله حرفی نیست. اونجایی که یه مداحی قلوب میکنه من زینب اللهیم میزنین تو دهنه، حرفی نیست. اما اون چرا که جنبه شاعریت دارد لباس سیاه میگه افسردگی بیاره. بله اصلا محرم گفتن افسرده باش، فحزن لحزننا، این مشروعیت داره. گریه بر امام حسین موضوعیت مستقله داره پدر جان، افضل عبادات هست. میگه امام حسین هدفش زنده باید کرد، گریه چه اثری دارد؟ پیغمبر پیش از شهادت حسین بر حسین گریه کرده، بازه هدف حسین داره گربه داره. صدیقه ظاهره در برزخ گریه میکند. یا گریه تاکیدش کنیم اهداف حسین، هدف حسین اینه که شما به انگیزه حسین. اگه من اینجا اعلام بکنم دهه عاشورا در بازار سرشور یک کنفرانس علمی
چند تا تون میای؟ چند تا تون میای؟ برو شیخ جمعش کن، ما وقت نداریم، بعد از ظهر ساعت خوابمونه. اینی که تو رو از اون نقطه شهر و اون نقطه شهر میکشونه، من که خیرتون نمیشناسم. بریم خونه حسین، از آخونه حسین جمعتون میکنن اینجا زیر یه پرچم، همه کنار هم برادرانه میشینیم، با هم رفیق میشیم، با هم گریه میکنیم، با هم سینه میزنیم. اینقدر جوانا تو همین مجالس رفیقای خوب پیدا میکنن، وقت این منشأ میشه تو طول مسیر زندگیش راه سلامت رو پیدا میکنه. دو تا جوان امروز رفتن، تو رفتن بیرون، میگم دو تا جوان یه ساعت پیش پای منبر آقای علم‌الهدا، موهای گیسای بلند سرای چپ، تیپ قیافش به اینجا نمیخور. من خدا رو شکر میگردم چه منبر خوبی هم اتفاقا آقای عاشق جعفر به مناسبت رفت. این جاذبه نام امام حسینه. ولی اگه این کجا کنگره علمی سمینار علمی برگزار میشه، چهار تا آخون میاد اینجا میشینه ریش میجنبونه. جوانو من چطور بردارم بیارم تو مجلس امام حسین که بهش احکام بگم، مسئله بگم، اخلاق بگم، مبانی با این جز نام حسین، حسین چیز دیگه میتونه جاذبه داشته باشه؟ بیا افسرده میشه. متاسفانه داد بزن، تلفن کن، تو روزنامه مقاله بنویس. آقا شورای شهر میگه سیایی ها رو جمع کنید، شهر چهرش افسرده میشه. هیئتی های ما مثل که مردن. بابا این مملکت اگه انقلاب بوده مال ما بچه مسلمان ها بوده، مال بچه مذهبی ها بوده، اگه جبهه بوده مال همین بچه مکتبی ها بوده، شهرم مال همین امام حسینی ها. یا آقا پرده ها رو جمع کنید، حتما از شهرداری اجازه بگیرید. چی گفته؟ مملکت امام رضا، مملکت حسین پدر جان. هی هر روز هر دم از این رهگذر تازه تری میرسد، هی قانون بر من درست میکنه، هی دست بچه مذهبیه رو میبندن و دست لش و روشا رو باز میکنن توی مملکت. و الدنگی پیدا شده توی این خیابون احمد بلوار بهتر، بعد من گزارش آوردم یا آقایی به عنوان استاد دانشگاه در اون بیت الجواد خیابون بلوار بهتر احمد آباد سخنرانی میکنه، کت و شلواری سخنرانی میکنه، عاشورا رو زیر سوال میبره، مجالس امام حسین زیر سوال میبره، کسی مرد پیدا نمیشه تو دهن این الدنگ بزنه. این رؤسای جلسات هیچ دقت نمی کنن که هر بی بندماری اگر چهار کلمه بلد باشه حرف بزنه. این تریبون پیغمبر است، این تریبون امانت امام حسینه. هیچکی نمیفهمه این حرفا رو. هی داد میزنیم، هی فریاد میزنیم، هی به آقای سیدان تلفن پرشو کنه، آقای سیدان به داد برس، من صدام به تو فقط میرسه. چه حقی داره یه استاد دانشگاهی که در مبانی دینی تخصص نداره درباره مسائل اسلامی نظر بده؟ جرمه. مثل که من آخوندی که در طب تخصص ندارم راجع به طب نظر بدم، تو دهن من باید بکوبی شما. هی میگم عاشورا یعنی چی؟ عاشورا رو در فرهنگ اهل بیت عزا، گریه، نوحه، سرخه معرفی کردن. دستتون از دامن اهل بیت جدا نکنن جوونا، تا میتونید به کوری چشم دشمنان اهل بیت بگرید، سیحه بزنید، سرخه بزنید، فریاد بزنید، لباسای مشکیتون رو نشون بدید، به این و اون ترویج کنید تو مجالس امام حسین، ترویج کنید فرهنگ عاشورا و عزای حسین. ما پیرو اون خانواده ای هستیم که 5 سال امروز خانوما گیساشون رو کوتاه میکنن. حالا اگه یه خانومی که موشو از پاس گردنش کوتاه میکنه، یه هفتم شونه نکنه، دو هفتم شونه نکنه، یه دست اینجوری بکشه موش صاف میشه. 1400 سال پیش که گیس نمیبریدن که، زنا گیسای بلند داشتن، خصوص در عرب بد میدونه گیس بریدن. چند تا روایت من اینجا برات ارائه بدم. امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، حضرت رضا صاحب قبر مطهر فرمود لما قتل الحسین، از وقتی که حسین ما رو کشتن تا 5 سال هیچ زن علویه ای شانه به سر نزد. 5 سال یه خانوم شونه نکنه میشه قیافه؟ این خرافات هست، بدعت هست، این تحجر هست. اگه این تحجره، ما همه متحجریم، ما بر این تحجر افتخار میکنم. من بر این پیروی از سنت پیغمبر و آل پیغمبر داد میزنم که من پیرو آل محمدم. حرکت حسین حرکت خداییست، هر کیم تو مسیر این حرکت هر گونه اقدامی بکنه معجور است. امام زمان اینجوری میگه هر کی میخواد جبران کنه خلع نبودشو در عاشورا، حجت ابن الحسن خط داده. هر کی امام زمانه یه روز از امام زمان خط بگیره، فلا ان دبنک صباحا و مساء.
صبح و شام ندبه میکنه. امام زمان میگه جبران نبود دلتون نمیخواست کربلا بودی؟ داد نمیزنه یا لیتنی کنتو معک فعفو صوتن عظیم. اگه راست میگی امروز میدون کربلا ممثل شده است در مجالس عزای حسین. خودتو نشون بده، حضرت زهرا خودتو نشون بده، به خاتم الانبیا نشون بده. امام ششم به او بنده خدا فرمود دوست نداری از جمله کسانی باشی که مساعدت میکند پیغمبر را در عزای حسین؟ تا آرزو نمیکنی ای کاش احد بودم پیغمبر رو کمک میکردم؟ حالا امروز باش یالله تو همین مجلس ببینم تو چه میکنی. بودایی تو مجالس عاشورای امام حسین کاراتون رو بازارتون رو کمرنگ کنید، مرخصی بگیرید. آه چه خبر ده هست محرمه شون بدید. خدایا به حق این حسین ما رو در این فتن آخر زمانی که به اشکال مختلف میخوان ما رو از حسین مجالس حسین فاصله بدن، خدایا از این فتنه ها جوانای ما، پیر ما، مرد ما، زن ما، کوچک ما، بزرگ ما رو در پناه صاحب این پرچم بیمه کن و از همه فتن حفاظت بفرما.